شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، در این قسمت از برنامه میزگردی ترتیب دادیم با حضور هرش از انجمن دفاع از حقوق پناهندگان و پناهجویان ایرانی در ترکیه و همچنین سیامند سید رحمانی از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. اخیراً ما نامه ای از انجمن دفاع از حقوق پناهندگان و پناهجویان ایرانی در ترکیه بر روی وبسایت ها و رسانه های مختلفی دیدیم در رابطه با شکایاتی که تعدادی از پناهجویان از مؤسسه ای به نام بنیاد نوروز داشتند. من بنا به همین دلیل مشخص این میزه گرد رو ترتیب دادیم و هرش به عنوان کسی که به هر حال در جریان کامل چند و چون اتفاقات و یا شکایتی که پناهجویان از بنیاد نوروز داشتن هست، به هر حال نکاتی رو بگم. ما تلاش کردیم خیلی زیاد از طرف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی که به یکی از اعضا یا مسئولین بنیاد نوروز دسترسی پیدا بکنیم و اونها رو هم در این میزه گرد شرکت بدیم که متاسفانه نتونستیم و هیچ پاسخی از جانب اینها نگرفتیم. به هر حال امیدوار هستیم که خود بنیاد نوروز پس از شنیدن این برنامه با ما تماس بگیره. ما حاضر هستیم که مصاحبه یا میزه گرد دیگه ای حتما ترتیب بدیم. دوستان عزیز، هرش و سیامند، به این برنامه خوش اومدین. امیدوارم که صدای من رو داشته باشین. از هرش شروع میکنم. میشه به صورت مختصر برای شنوندگان ما بگین که بنیاد نوروز چی هست و کارش چی هست؟ بنده هم سلام دارم خدمت شنونده های عزیز شما که بیشتر هموطنان و دوستان و عزیزان ما هم هستن. عرض کنم خدمتون و از شما هم بسیار متشکرم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید که مثل یک تریبون آزاد استفاده کنیم برای بیان مشکلاتمون، مشکلات پناهندگی که کمابیش همه ما آشنا هستیم با این مشکلات. عرض کنم خدمتون که بنده بعد از یک سال و نیمی که از پناهجویی در ترکیه سفری شد در ترکیه، متوجه شدم از طریق دوستان که بنیادی به اسم بنیاد نوروز هست و با هدف این که به پناهنده ها کمک کنه و کمک برسونه، در بین پناهنده ها اسمی داره و خودشو با این اسم معرفی کرده. بعد از این که من با این بنیاد آشنا شدم، حدود چند بار در مدت یک سال و نیم، حدود چهار بار از این بنیاد نوروز کمک گرفتم بدون اینکه ارتباط مستقیمی داشته باشم. بعد از مدتی ما پی بردیم که تعدادی از دوستان به صورت نامساوی و ناهماهنگ از این بنیاد کمک دریافت میکنن و اعتراضاتی به وجود اومد که بنده هم ناخودآگاه با دوستان که احساس کردم ادعاها و نکاتی رو که دارن بررسی میکنن واقعا مثل یک کمکاری در کارنامه بنیاد نوروز هست، عرض کنم بنده هم بعد از اینکه مطمئن شدم و در این مورد تحقیقاتی کردیم به همراه دوستان کرد ترکباد در پناهندگی، ما تصمیم گرفتیم که موضوع رو مثل یک دوست به بنیاد نوروز اطلاع بدیم، ولی متاسفانه بنیاد نوروز دست دوستی ما رو رد کرد و با برخورد بسیار ناصحیحی که با ما داشتن، ما پی بردیم که این بنیاد اساساً قصد کمک به پناهنده و پناهجوهای ایرانی رو نداره، اساساً در پی اینه که از پناهنده و پناهجوهای ایرانی استفاده کنه و در اصل این پناهنده ها و پناهجوهای ایرانی هستن که برای بنیاد نوروز استفاده دارن و منبع درآمدی شدن، سوژه‌ای شدن که به اسم اونها کمک جمع کنه، کمک های مالی و حتی تا جایی که ما این حساسیت رو به خرج دادیم که اساسنامه و سایت های رسمی بنیاد نوروز رو مرور کردیم، خوندیم چیزایی که نوشته بودن و پی بردیم که حتی از سازمان های خیریه، کلیساها و حتی سازمان یونسکو هم کمک هایی دریافت میکنه با این ادعا که این کمک ها رو در اختیار پناهنده ها و پناهجوی ایرانی قرار میده.
هرش جان، شما در نامه شکایتی که از طرف به این عنوان هست، شکایت پناهندگان و پناهجویان ایرانی در ترکیه از بنیاد نوروز، با این عنوان این شکایت مطرح شده و این شکایت رو به سازمان‌های مختلفی از جمله دفاع از حقوق بشر، سازمان یونسکو، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا و سازمان‌های خیریه توی ایالات متحده آمریکا فرستادین و مسائلی رو عنوان کردین که به هر حال من به برخی از اونها اشاره می‌کنم، یعنی متن نامه خودتون رو می‌خونم که به اصطلاح چیزهایی مثل ارائه ندادن کمک مالی به پناهجویان و به هر حال سوء استفاده بنیاد از مدارکی که سازمان ملل به پناهنده ها ارائه میده. موارد خیلی زیادی هست که به هر حال من میخواستم از شما بپرسم که چه اسنادی موجود هست که این اجازه رو به شما میده که این چنین به اصطلاح به صورت علنی یک سازمان یا یک بنیاد رو متهم به این موارد بکنین. عرض کنم خدمتون که ما برای این ادعاها شواهد و اسناد زنده‌ای داریم. خودتون که میدونید و همه دوستانی که میشنون صدای منو، اگه کسانی باشن که شرایط و محیط پناهندگی رو تجربه کرده باشن و یا این که در حال حاضر در محیط پناهندگی باشن، میدونن که پناهنده ها از حداقل امکانات زندگی استفاده میکنن برای امرار مال و متاسفانه در شرایط بسیار نامساعدی زندگی میکنن و ما از سری پناهنده هایی هستیم که با امکانات ابتدایی زندگی در ترکیه در حال حاضر، یعنی پناهنده هایی که شاید بگم نسل جدید پناهنده ها هستن، در حال حاضر در ترکیه داریم زندگی میکنیم و به لحاظ قانونی و حقوقی نه مدافع خصوصی داریم و نه سازمان آنچنان تأمینی که بتونه به تک تک موارد شکایت و عرض شود مشکلات پناهنده ها رسیدگی کنه، که به جز دوستانی که همچون شما عزیزان سعی میکنن و خوشبختانه هستن، هنوز هم کسانی که مشکلات پناهندگان رو مطرح میکنن و ما در اینجا جا داره که ازشون تشکر کنیم. از شبه خدمتون که بیشتر ما شواهد و اسناد زنده هستیم، من جمله خود من که در طول 3 الی 4 سال پناهندگی که در ترکیه هستم دیدم، بسیاری موارد دیدم که بنده اکتفا میکنم به چند مورد که بنده یک فقره حتی این موضوع رو به خود آقای بهمن معالی‌زاده من طی مکالمه تلفنی که داشتم اطلاع دادم و ما اصلا انتظار داشتیم اولین اقداماتی که در این مورد انجام دادیم، انتظار داشتیم ایشون مثل یک مدیر مسئول. آقای معالی‌زاده مورد... کی هست؟ میشه لطفاً بگین؟ آقای بهمن معالی‌زاده همچنان که خودشون معرفی کردن از مدیر مسئول بنیاد نوروز هست. بله بفرمایید. عرض کنم خدمتون یک مورد در مدارکی که در لیستایی که نماینده ارسال کرده به بنیاد نوروز و بنیاد نوروز کمکهایی را ارسال کرده به اسم بنده، مبلغ بنده این مبلغ رو هیچ موقع دریافت نکردم و هیچ موقع بنیاد نوروز و یا نماینده رسمی بنیاد نوروز به من درخواست این مبلغ رو ابلاغ نکرده و در اصلا در جریان نبودم و این مبلغ رو هیچ موقع به دست من نداده و از بنده رسیدی نداشته، که طی مکالماتی که با بنیاد نوروز داشتم نه تنها این مورد رو بررسی نکردن بلکه یک دفاع بسیار عجیب از جانب بنیاد نوروز و مدیر مسئول این بنیاد بنده مشاهده کردن که بیشتر نقض حقوق یک نفر یا یک پناهنده میتونه باشه تا کمک به پناهنده یا پناهجوی ایرانی. خیلی من برمیگردم به این مسئله. سیامند سید رحمانی، میخواستم یه مقدار کلی‌تر در رابطه با وضعیت پناهندگی در ترکیه صحبت بکنم.